با ما همراه باشید با ایران آزادی. سکوت 36 ساله سازمان ملل شکسته شد. سرانجام پس از 36 سال سکوت سازمان ملل در قبال قتل عام هولناک 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 شکسته شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی تکان دهنده جنایات شنیع و نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سال 1360 تا 1367 را به عنوان جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و احتمالاً جنایت جنگی توصیف کرد. این گزارش نقطه عطفی در به رسمیت شناختن ابعاد هولناک جنایات رژیم ایران در دهه 60 به شمار می‌رود. جاوید رحمان در تحقیقات جامعه خود شواهد انکارناپذیری از جمله اعدام‌های فراقانونی، شکنجه‌های وحشیانه و ناپدیدسازی اجباری را جمع‌آوری کرده است. طبق این گزارش در تابستان 1367 بیش از 30,000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون دموکراتیک در ایران توسط رژیم در دادگاه‌های فرمایشی به اعدام رسیدند. این احکام به دستور مستقیم خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی صادر شده بود و حتی زنان باردار نیز از این جنایت هولناک در امان نماندند. کمیسیون مرگ در قدرت. نکته تأسف بارتر آنکه یکی از اعضای کمیسیون مرگ که مسئول اجرای این احکام بود تا سال 2017 وزیر دادگستری رژیم ایران بوده و اکنون نیز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. گزارش رحمان همچنین بر نقشه شوم خمینی در این جنایت تاکید می‌کند. او با صدور فتوایی دستور به نابودی کامل مجاهدین خلق را صادر کرد و کمیسیون‌های مرگ را موظف کرد که بدون هیچ رحمی و زیر پا گذاشتن تمام اصول انسانی احکام اعدام را اجرا کند. بسیاری از قربانیان این جنایت هیچ جرمی مرتکب نشده بودند و تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مانند پخش بروشور دستگیر شده بودند. جاوید رحمان در پایان گزارش خود از جامعه جهانی خواستار اقدامات قاطعانه و ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی عاملان این جنایات شد. او همچنین تاکید کرد که باید شواهد جمع‌آوری شده حفظ و برای محاکمه و مجازات مسئولان این جنایات هولناک از آنها استفاده شود. جهان اکنون منتظر اقدامات سازمان ملل در پی این گزارش تکان دهنده است تا شاهد تحقق عدالت برای قربانیان و بازماندگان این جنایت هولناک باشد. اصلی ترین محورهای گزارش سازمان ملل. گزارش جاوید رحمان جنایات دهه 60 ایران را جنایت علیه بشریت، نسل کشی و احتمالاً جنایت جنگی می دارد. بیش از 30,000 نفر در تابستان 1367 در دادگاه‌های فرمایشی اعدام شدند. خمینی دستور به نابودی مجاهدین خلق را صادر کرد و کمیسیون‌های مرگ را موظف به اجرای احکام بدون هیچ رحمی کرد. جاوید رحمان از جامعه جهانی خواستار اقدام قاطع و ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی عاملان این جنایات شد. آنچه در فوق آمد قسمتی از مقاله جناب استرون استیونسون بود که در نشریه تانهال منتشر شد.